سلام و شبتون بخیر. بیننده های بسیار عزیز و خوب تلویزیون آرزو، امید که جور و صحتمند باشین و شب بسیار خوب و خوش را تا با کنون با خانواده های بسیار عزیز و نازنینتان پشت سر گذاشته باشین. بازم من خالد بارکزی خداوند منان را سپاسگزار هستیم که یک فرصت بسیار خوب و عالی دیگر میسر گردید تا اینکه مهمان خانه های شما باشیم و با یک برنامه بسیار خوب دیگر حضور داشته باشیم. سپاسگزاری میکنیم از رستوران ترکیش که مثل همیشه در هر آخر هفته زمینه را میسر میکنن تا میزبان باشیم و مهمانداری بسیار خوب از ما و همکاران و هموطنان عزیز در اینجا میکنن. شما هموطنان عزیزم اگر علاقمند هستین و تمایل دارین میخواین اوقات بسیار خوب و خوش را با خانواده های بسیار عزیزتان سپری بکنین، دعوتتان میکنیم تا اینکه به رستوران ترکیش فامیلی واقع در مجید مال شهر کابل منزل 4 حضور پیدا بکنین و از غذاهای بسیار لذیذ، انواع و اقسام نوشیدنی ها و شیرنی هایی که در اینجا وجود داره نوشجان بکنین و صرف بکنین، لحظات بسیار خوب را سپری بکنین. این شعار همیشگی ماست که در قبال رستوران ترکیش داریم و همچنان میتونین سری بزنین به یوتیوب تلویزیون آرزو. در اونجا برنامه های زیادی است که همکاران عزیز و خوبمان زحمت کشیدن و تهیه و تدارک دیدن. گزارش ها و برنامه های زیادی وجود داره، میتونین برین در اونجا این برنامه و برنامه های دیگر رو ببینین و تمنای حضور همیشگی شما را از طریق تلویزیون آرزو و صفحات اجتماعی با خود داریم. بعد از دیر مدت باز هم خواستیم مهمان بسیار عزیزی را با خود داشته باشیم. مهمان بسیار خوب، عزیز و نازنینمان یک جوان رشید و برومند و یک جوانی هستند که در سن سال بسیار کمه مشغول دعوتگری هستند و کارهای دینی و اسلامی رو روی دست میدن و همچنان در کنار فعالیت‌های دینی و اسلامیشان کارهای خیریه هم بنایه برای شهروندان و باشندگان بی‌بضاحت کشور انجام میدن. از کمک‌های خیریه گرفته تا به زلزله زده ها و کسانی که دچار مشکلات دیگر میگردن. مهمان بسیار خوب و عزیزمان امشب آقای نصرت الله صاحبی جوان دعوتگر را با خود داریم که حضور بسیار خوب و گسترده و شدیدی هم در صفحات اجتماعی خاصتا در یوتیوب و شبکات دیگر دارن. دعوتشون میکنم تا اینکه بیاین و تا یک ساعت دیگر تمنا میکنم و شما از آن را دعوت میکنم تا اینکه بیننده باشین، هیچ جای نرین. گپ های بسیار جدید و نو کاغذ پیچ را آماده و ترتیب دادیم و تمنای حضور شما را تا پایان برنامه با خود داریم. مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین، حضور دارین. در ابتدای برنامه مهمان بسیار خوب و عزیز را و یک جوان رشید و برومند را برای شما به معرفی گرفتیم. سلام آقای صاحبی، شب شما بخیر. بخیر باشین، سلامت باشین. من به شما و به کسایی که فعلا ما را در صفحه تلویزیون میبینن، تلویزیون آرزو، اونا را هم خوش آمدید میگم و سلام تقدیم میکنم به همه ایشان، به شما و به همکارایتان و به همه عزیزایی که از طریق صفحه ما رو میبینن. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خیلی کسا رو میشناسیم آقای صاحبی که سالهای زیاد کوشش میکنن، تلاش میکنن تا اینکه بتونن به یک شهرت برسن، حتی کارهای خلاف رو انجام میتن، کارهای مثبت رو انجام میتن، کمک های خیریه انجام میتن، تلاش های زیاد، اما به اون هدفی که میخوان برسن واقعا شهرت شناخته است به راحتی و سادگی نمیتونن. شما در مدت زمان بسیار کم یک شهرت را تونستین در بین مردم و اجتماع، صفات اجتماعی با وجود به دست بیارین و گپایتان، صحبتایتان دست به دست بگرده. راز این مشهور شدنتان در چی است آقای صاحبی؟ اصل خود تلاش خودم به خاطر شهرت نبوده، یعنی شاید در ذهنم بر یک بارم خطور نکرده باشه که ما زحمت بکشم یا تلاش بکنم یا کدام برنامه رو طرح بکنم که به شهرت برسم. به گفته عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، شهرت خودش یک آفت است در اکثریت مواقع، به خاطر اینکه خود را حفظ کردن در مواضع یا مواقع شهرت دیگه خیلی اگه ایمان قوی میخواهد، شاید ما در او استعداد نرسیده باشیم. ولی بعضی مواقع بعضی چیزا نخواسته پیش میه، یعنی نخواسته میباشی به یک واقعیت کسی میرسه دیگه، او که خواست خدا چی میباشه و حکمتی که خدا در او مد نظر داره او را ما هم درک کرده نمیتونیم. اگر الله متعال می شهرتی که اگر موجود هست در خیر ما باشه، الله متعال برش بیفزایه. اگر در خیر ما نیست، شهرتی که درش آفت باشه، موضوع به خدا پناه میبره. خب حالا در شهرت شما خب فکر نمی کنم آفت باشه دیگه آقای صاحبی. آفتش برای کسایی معلوم میشه که در این موقعیت باشه. خب در این موقعیت باشه نمیفهمه که آفت است یا چی است. و بعضی مواقع از دوستان میگن که ماسک که در جیب ما، صبرای خود میگردن به این خاطر نیست که ما از کرونا ترس دارم یا از هوای کابل،
بله. فقط به می خاطر است که بعضی کسا نشناسن. خب حالا این شهرت را که شما به دست آوردین، این شناخت را که در بین مردم به دست آوردین، باعث خوشنودیتان است آقای صاحبی، یا باعث ایجاد مشکلات بیشتر، نارضایتی ها و جنجال ها در زندگیتان شده؟ من نه، جنجال ها الحمدلله در زندگی پیش نشده به خاطر رسیدن به این موقف، ولی یک اندازه ساحه آزاد بودن زندگی را یک اندازه تنگ میکنه. خب اما اندازه ای که یا ساحه ای که در گذشته ما آزاد میگشتیم، آزاد رفت آمد داشتیم، جای میرفتیم، همین تو راحت هر جا میبودیم با هر کسی، حال راحت نیست، حال دیگه باز اونمو یک اندازه ای تو محدود شده. یگان بادیگارد میگیرین آقای صاحبی برتان؟ نه، ضرورت به بادیگارد نیست، به او حدم نرسیدیم و خدا نرسانه ما رو به موقعی که به بادیگارد ضرورت شد، خاطر که خود دیگه یک تکلف دیگه است که در ضمن شهرت یک چیز دیگه هم بهش اضافه میشه و دیگه ما در وطن زندگی میکنه که باز مردم برداشت های عجیب میداشته باشه. بله. آقای صاحبی، یگان گفتین که ساحر محدودتر میسازه شهرت و شناخت بر شما و زندگی رو کم و محدود ساخته و گشت و گذار آزادانه ای که داشتین حالا به نوعی نمیتونین. وقتی که گشت و گذار میکنین در سطح شهر بین مردم، از برخورد مردم بیایم صحبت بکنیم امرایتان، یگان عکس های سلفی امرایتان میگیرن، یگان عکس های فیسبوکی امرایتان میگیرن؟ من پیشترم که یادآوری کردم که من ماسک از همین خاطر استعمال میکنم که بعضی مواقع رسیدگی هم نمیشه. من همین لحظه هم که دیجه بالا میشون دو سه نفر روبرو شدیم با هم. خب من اکثر وقت ماسک استفاده میکنم یا یک کلاه یک چیز به سرم میباشه به اون خاطر که شناختن از همین چیز دور باشه. یعنی از مردم فرار میکنین آقای صاحبی؟ در بعضی مواقع ضرورت هست. از اکس ها فیسبوک، فیسبوکی سلفی فرار میکنین یا از مردم؟ نه، از همین تکلف زیاد خوشم نمیاد که زیاد تشریفات باشه و عکس گرفتن باشه و سیب سیب گفتن باشه، راحت نیستم. اما یک قلب مردم مشکنه باز چطور میشه آقای صاحبی؟ نه، نکنه قلب مردم مشکنه و جایی که اگر بفهمی که مردم قلبشان مشکنه و از جای بدون ماسک ما گشت و گذار میکنه مشکل نیست. ما همی بیشتر گفتم شهرت به دست نمیارن، بسیار سخت است، مشکل است، سالا کار میکنن. اما یگان طور دیدی آقای صاحبی در تیک تاک و فیسبوک و یوتیوب که لایو میرن، یگان بسیار معذرت میخوایم، یگان گپا را میگن و دشنام و توهین و دعو زدن و خیلی سری مشهور میشن، به نام های مختلف در صفحات اجتماعی مشهور میشن، حضور پیدا میکنن. نه، در روزا تایید گرد خودتون، من یکی از ویدیو ها را دیدم، مشهور در چی دیدم، در فیسبوک بود یا کدام جای دیگه، چون من تنها فیسبوک دارم استفاده میکنم، دیگه صفحات و صورت رفیق می پیش میبرم. خب در اوجه دیدم گفت آدم های خوشنام زیاد است از دید شهرت، من میخوام بدنامترین فرد افغانستان باشم. بعضی موقع دید و جهان بینی و شناخت یک کس فرق میکنه. بعضی مردم با یک موقف، چه سرعت باشه، رسیدن به مادیت باشه، به یک چیزی باشه، خود از هر راه میرسونن، حتی اگر به قیمت آبرویشون تمام شوه. بعضی موقع دیگه من پشترم که یادآوری کردم پناه به خدا از رسیدن به ایتو شهرت، که باز ایتو شهرت ها خیلی زود سقوط در پیدا. بله. دیگه اوتو شهرت خود دیگه مثل سراب وره است که از دور می فکر میکنه که آب است، ولی نزدیک میشه چیز وجود نداره. پناه به خدا. حالا از نظر امو یک تعداد مردمی که از اون گونه شهرت به دست میارن، شما رو هم نقد میکنن آقای صاحبی، مخالفای خود هم شما دارین، کسایی که نقد فراوان از شما میکنن. من میخوانم کامنت های را، هر مهمان را که من دعوت میکنم در مورد چون یک معلومات میکنم، صفحاتشان را میرم چک میکنم، فیسبوک و یوتیوب و جای دیگر کامنت هایشان را میخوانم. حالا اونا مخالف شما هستن، اما قسمی که شما مخالف از اونا هستید. خب من میگم که امام شافعی رحمه الله میگه شما نمیتونید هیچگاهی تمام مردم ما حولتان، کسایی که با شما در ارتباط تعامل است یا بالاخره سوالی که در صفات نمیدونید، نمیتونید که کل مردم را راضی بسازید و ضرور هم نیست کل مردم از ما راضی شود. بله. و یک چیزی، یک آرزوی دست نیافتنی است که کسی به این برسه که کل مردم ازت راضی شود، بخاطر که این میل از دید آناتومی بدن فیزیکی ما شما تفاوت داریم، دیدگاه ها هم تفاوت داره، همه قسمی که ظاهر متفاوت داره، نظریات متفاوت داره، عینک ها متفاوت است. بعضی کسا عینک دودی میپوشن، بعضی کسا عینک سفید به چشم میکنن، اما از دید عینه که خود دیگه ما را میبینن. دیگر کسی که امو تو سفید میبینه هم خانه شو در کسی به قسم میبینه، من میگم که عینک ها تبدیل شو شاید بهتر باشه. یگان تو میگه عینک که شما هم تبدیل شو. ما با عینک خود که چیز اگه درست باشه، خودمون عینک هستیم، اگه درست نبود دیگه بس موافق نظریات نیک مردم میتونه که ما عینک خود تبدیل کنیم و واسه کنیم. خیلی خوب، پیش از یک برنامه شروع شد سن تانا پرسان کردم، حال نمیگم در اینجا، نمیگم سن شما چند است. مشکل ندار، ما راحت هستم. گفتن امکار ما گفتن جوان ماندین، تر و تازه ماندین، به او چیزی که سن تان میخوانه نمیخوانه چهرتان. باز گفتن غم روزگار ندارین آقای صاحبی، پیسه از زندگی است، شهرت است، امکانات است،
بنیاد است، پول رفت و برگشت میشه و از عمره میرین و سفرها و مسافرت ها دیگه. شما چی غم دارین آقای صاحبی که بخواین پیر شوین یا ظاهرتان بسیار بلند ملند؟ ما خدا رو سپاسگزار هستیم، الله مثال به داده هایی که داده ما شکر میکشیم، به ناداده هایی که در زندگی ما وجود داره شاید درش حکمتی وجود داشته باشه. و سینما که حال شما مردم ور خطا کردیم که به اندازه سینما خواب بود، مدامی مای دل و بخیر به سن چی داخل میشم؟ نگوی نمیگم برو یا بگوین برین. 30 سالگی بخیر. 30 سالگی بیننده عزیز فکر نمیکنم که ظاهرتان زیاد با 30 ساله بخونه. ما غمگینی رو در زندگی خودش وقت جای نمیدم. هیچگاه غم جای نمیدم و در مقدار مدتی که ما سپری کردیم انشالله که شاید تو وقفه 2-3 ماه 1 ماه بدون ورزش بوده باشه. دوامدار ورزش میکنم. غم که در زندگی من اصلا غم بر معنا نداره به توفیق خدا. آقای صاحبی اما شما گفتین که باید کوشش بکنن، تلاش بکنن و مبارزه بکنن تا به اون هدفی که میخوان و اون جایگاهی را که میخوان به دست بیارن. اما زمانی که مشکلات باشه، به طور مثال واسطه بازی و شناخت و روابط و پول و زور و سلاح و تفنگ، بعضی مواقع حرف اول را بزنه، اگر اینا را نداشته باشی نه به جایگاهی بتانی برسی، نه به قدرت بتانی، نه به سمتی و نه به موقف، اون زمان اون جوان چی باید بکنه؟ ما دیدی ما فرق داره. از دید شخصی خودم، من خودم که اینجا جنبایت نشستگی هستم، نه از دید تفنگ به جای رسیدیم، نه واسطه، نه کدام گپ دیگه، نه چلو فریبکاری و فریب بازی و خیانت. تلاش بوده و زحمت بوده. من نظر من این است که هر کس تلاش بکنه به یه جای میرسه. آدم تنبل و کسل هیچگاه در هیچ موقعیتی به هیچ جای نخواهد رسید. خب من خودم نظر شخصی خودم این است، کسی همت داشته باشه با ضعیفترین اقتصاد میتونه رشد بکنه، که همت نباشه با قویترین اقتصاد پس میمونه. خب شاید شما نمونه هایش در جامعه ببینید. بله من وعدام کرده بودم با آقای صاحبی که شخصی پرسان نمیکنیم. خب شخصی نیست آقای صاحبی، گفتن که با ضعیفترین اقتصاد و امکانات میشه که انسان رشد بکنه و توسعه بکنه. میام یک قصه میکنیم دیگه، برنامه جایی است که ما در اینجا قصه میکنیم، خنده میکنیم، شوخی میکنیم و گله و گذاری و شکایت ها. اگر از خود شما بخوایم صحبت بکنیم، شما از چه قدر امکانات و اقتصاد و چه قدر پول آغاز کردین؟ نخستین کار شما از چه قدر آغاز گردید؟ من خب قبلا موضوعات یادآوری کرده بودم، من یک رسانه اشتراک کردم، بعد گفتم موضوعات شخصی رو من یادآوری نمیکنم. بله ما تقریبا دمی سنی که من قرار دارم، ما مدت 25 سال میشه مسیر تجارت هست. تجارت 25 سال میشه. یعنی اون زمانی که شاید ما به خیبت 5 ساله بوده دست راست و چپ خود نمیشناختم. در اون زمان پدر ما در تجارت بوده و عالم است الحمدلله. از این پس هم ما تجارت دوا داره، ادویه فروشی است. از اون زمان که جریان داره تا حال الحمدلله و به مو موقف پدر عالم پیش میریم، عالم جریان داره. خب از اون تجارت خیلی یک تعداد مردم شکایت دارن از این قیمت دوا و داروا، میگن قیمت است و وقتی که دواخانه مراجعه میکنن میگن قیمت میخریم و بعدس میریم ملامت داده سرش رو زیر سرش. فکر نکنم که از دوا شکایت داشته باشه، در این وطن از هر چیز مردم شکایت میکنن. بله شکایتشون قابل پذیرش نیست. تا یک حد را قابل پذیرش هست اما کاملا دیگه نه. این هم نفر که در یک قسمتش البته ملامت حساب میکنن، صاحبی صاحب کاروبار دوا از 25 سال پیش تا حالا میکنن و راستی قیمت ها زیاد است یا نیست؟ من خودم در کاروبار پدر تجارت دوای کارا هست، خودم مصروف درس تدریس هست. اونا این چیزا رو با جزئیاتش خوبتر میفهمن از ما که دوا به چی سیستم میه، از کجا میه، چه قسم وارد میشه، به چه قیمت فروش میشه، به چه قسم فایده میکنه. خب بسیار خوب، ممنون شما آقای صاحب. بخیر باشم. من بخی یادم رفت بر شما سلام بکنم. بفرمایین چای بنوشین، چای زعفرانی همراه بقلاوه مخصوص ترکی. سلامت باشین. همکارای اشاره میکنن که باید یک وقفه کوتاه بگیریم و از سری پس از وقفه میایم و مهمان بسیار عزیز ما هست. گپای ما زیاد مانده، قصه ما زیاد مانده، هیچ جای نرین. حرفا و گپای بسیار جدید را با آقای صاحبی میداشتم. مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین، سر بزنین به یوتیوب تلویزیون آرزو. در اونجا این برنامه هم اکنون است و تمنا میکنم که سابسکرایب بکنین این صفحه محبوب و این شبکه محبوب را و کامنت ها و نظریاتون را در اونجا سهیم بسازین. فیسبوک را هم سر بزنین، اینستاگرام هم سر بزنین، در هر جایی که شما دسترسی دارین و یا ندارین میتونین که بیننده باشین.
بیرون از مرزهای افغانستان اگر هستین میتونین از طریق ستلایت یاسف بیننده این برنامه و برنامه های دیگر تلویزیون آرزو باشین. آقای صاحبی با ما هستن. آقای صاحبی صحبت میکنیم از زمانی که کارا رو شروع کردین، آغاز کردین، خب گفتین تجارت و کاروبار دارین، چقدر پولدار هستین؟ خود شخص خود شما رو بخوایم صحبت بکنیم. من پولدار نیستم. پول نقد منظور ما است. هیچ پول نقدم ندارم. در بانک هم ندارین؟ هیچ بانک بخیر. در خانم ندارین؟ نه کدام که بانک است، نه کدام چی بانک است. دلای بالشت تو فکر نه بخیر نیست. نیست او چیزی. چی خیلی کجا میشه پیسه آقای صاحبی؟ از مو می تو میه می تو مصرف میشه. اما تو میه مصرف میشه؟ یعنی ذخیره چیز نیمونه؟ ذخیره خود تو ذخیره نیست که امو ذخیره که بعضی مردم میداشته باشه. ولی در حدی که ضرورت پیش میشه انشالله موجود است که ما ضروریات روزمره خود را یک غم و یک غم خدا دور داشته باشه، یک خوشی پیش میشه میشه که خواه رای حل پیدا شد. یگان تا بود آقای صاحبی که همه قسمی که برشان میامد و میرفت، باز ما دیدیم امی رقم هم در دبی، ترکیه و کشورهای اروپایی بسیار جای خانه و سرمایه و جایداد و بلدنگ ها و بلند منزل ها و... گرفتن برای خود نه؟ بله ما تصمیم چیز نداره. نداره؟ برای ما وطن ما بهترین جای است الحمدلله. بعضی اوقات اگه بخاطر سیاحت یا بخاطر تفریح یا بخاطر درس و تعلیم و تعلم کنم جای سفر بکنیم، همین تو موقتی سفر خود کردیم، ورنه برای ما وطن ما دیگه خواه. یعنی بر درس و تعلیم هم بیرون میخواین سفر میکنیم؟ اگر ضرورت شو بله، ولی علاقه هم ندارم. علاقه ندارم، دوست دارم دیم وطن خودم همینجا درس بخونم. خوشبخت هستین دیگه آقای صاحبی. اگر دوست داشتین یا علاقه داشتین بخواین برین تحصیل کنین در بیرون، میتونین دیگه برین دیگه. ما کسایی را داریم که در وطن خود نمیتونن درست تحصیل بکنن، با مشکلات اقتصادی روبرو هستن، قلم و کتابچه نمیتونن داشته باشن، گپی که با پانتون برن و بعضی مسائل دیگه خیلی دور است. ما نظر ما این است که هر کس ظرفیت درونی خود یک دفعه ببینه که ما ظرفیت چی کار را دارم. فعلا برای ما کار اولویت داره، برای ما درس اولویت داره، برای ما رسیدن به خانواده اولویت داره. هر کدامش که اولویت داشت امو کار را بکنه. هر کسی یک ظرفیت برش ساخته شده، توانایی برش داده شده، از امو استعداد خود استفاده بکنه. اگر ما یک استعداد یک چیز را نداشته باشیم، ظرفیت یک چیز را نداشته باشیم، رسیدن با اون موقفی که ما آرزو داریم ولی ظرفیتش نداریم برای ما سخت است. بعضی کسا که ظرفیتش داره، از امو رسیدن به رشد بر هر موقف و هر روشی که استفاده میکنم در هر جایی که هستم استفاده بکنه خوب است. شاید برونا زمینه فراهم باشه که در یک جای یک کورس پایینتر درس بخونن بخونن. برای یک کس زمینه فراهم است که خارج از کشور ولی مفیدم است برش، اگر مفکوره در ذهنش که برای من مفید واقع میشه خارج کشور برای خوب است. هر کس هم ظرفیت درونی خود داره استفاده بکنه. خب شما ظرفیت هم دارین نرفتین خارج از کشور؟ نه من خوشم نمیاد. نه خواندین هم در بیرون از افغانستان درس در جای؟ یک دفعه خارج از کشور پاکستان رفتم درس خواندم یک سه ماه. اونم مال پشیمان است، کاش که نمیرفتم. آ قصه شکردین. قصه شد یک برنامه دیگه بود کردیم اونجا. دیگه تمامش الحمدلله داخل کشور بوده. دمی ولایتایی که ما شما هستین دمی ولایتا خب. معیارهای درس خواندن برای شما در درون کشور چگونه بوده؟ راضی بودین با وصف مشکلات و شکایت ها و چالش هایی در صد راه نظام تحصیلی در افغانستان وجود داشته؟ ما الحمدلله در وطن خود استعدادایی داریم، استادایی داریم، متاسفانه ما استفاده نمی کنیم. ما می پیشروی خودم داشته های زندگی خود را که در وطن خود ما داریم، بهترین نخبه ها داریم، بهترین دانشمندا داریم، بهترین استادا در هر سطر، دکتر و ماستر و لیسانس به حد وافرش وجود داره. فقط یک همت عالی باشه و کسی دیدم و یک ذهنیت طلب و جستجو در خود داشته باشه حتما پیدا میشه. خب. در هر ولایت الحمدلله به صدها صدها وجود داره. حالا اگر ما به کادر بسیار خوب و عالی داریم و نظام تحصیلی بسیار خوب داریم، شاید از سالهای زیاد این وضعیت بوده باشه تا به امروز که صحبت میکنیم، پس چرا همیشه وضعیت افغانستان آشفته بوده آقای صاحبی؟ از سالیان متمادی تا به امروز فقر، بیچارگی، دربدری، آوارگی، مهاجرت، ذلت، صدها مورد مشکلات و محضلات وجود داشته. این مسائل پس از کجا شده وقتی که همه چیز خوب بوده؟ نظر شخصی خود من است که ما یک اندازه به خود دل نمی سوزانیم. بله نظام تحصیلی بوده هست الحمدلله، بیشتر تمرکز ما شما همیشه سر معلومات بوده، سر سند گرفتن بوده، سر تقدیرنامه بوده و سر ای که ما همین نام ما یک کمی طولانی شد و پیشوند و پسوند زیاد پیدا بکنه. اکثریت همی تو بوده به استثنای کسایی که ایده و فکر و حس خدمت و صداقت و راستی داشتن و خیلی کم پیدا میشه. خب ولی اکثریت مواقع ما دمی تلاش هستم که در نام ما یک دو پیشوند و سه پیشوند اضافه شوه. خب همی کار خواستن نمیشه. من چی میگم؟ حالا این نتیجه اصل معلومات نیست که ما معلومات ما اضافه شوه، ما فرمول ها را اضافه کنیم در ذهن خود، چیزها را تعریف ها را حفظ بکنیم،
اگه در اندک در ما معمولات و عمل اضافه نکنه، در ما یک حس خداجویی و انسان دوستی و به وطن خدمت کردن، به مردم خدمت کردن پیدا نکنه، دیگه ما فکر نکنیم که علم چندان علم مفید باشه. این فقط یک معلومات است که فقط در ذهن و حافظه ما باقی است. علم این چیزا را به انسان نمی آموزانه؟ من میگم که علم می آموزانه. من پیشتر گفتم اگه علم عبارت از معلومات باشه، بازم او یک تخت کاغذی است که ما به دست میاریم، یک تقدیرنامه و تصدیقنامه و فلان و فلانه تا به نهایت هر چیزی که است. ولی اگر این نتیجهش عمل باشه، مثل که یکی از دانشمندا میگفت، میگفت که من ایره دوست ندارم که کسی پیش ما بیه که ما 4 کتاب 14 کتاب 40 کتاب مطالعه کردیم. برای من خوشایند است که کسی پیش ما بیه که ما 1 کتاب مطالعه کردیم، در 1 کتاب در 4 خط شامل کردیم، در 4 خط در زندگی ما انقلاب ایجاد شده. من میگم ما به میک اندک گفته هایی که دارم، مثل که استاد پرسان کردم، گفتم از ماستری خلاص شده به طرف دکترا نمیری، گفت ما به می عملم بکنم زیاد گپ است. و زمان صحابه همین قسم بود، اون از پیامبر 10 آیه درس میگرفتن، اول رو اول روخانی شیات میگرفتن، بازور حفظ میکردن، بازور تفسیر و ترجمهش باز عمل میکردن، بعدش پیش پیامبر میرفتن. ما اگر همین ظاهر قضايا رو زیاد سرش تمرکز داریم، یعنی زیادتر نفوذ افغانستان اکثریت ظاهر را قضاوت کردن، نه هدفمون نیست. هدف ما این است که ما از ظاهر چیزی خیلی خوشمون میاد که سندا زیاد داشته باشم، در خانه که مردم داخلش رو بفهمه که یک سند دیگه سند دیر از کجا گرفتم، از کجا گرفتم. عمل و هم خود خانواده خیر ما چقدر خانواده ما رسید، در جامعه رسید، ایره بس کس فکر نمیکنه. ولی نتیجه علمی است که در ذهن از که ما به خود میرسیم، اندک به مردم برسیم، این نتیجه علم است. اگر نتیجه علم می نباشه فقط یک معلومات است و بس. خلاص یک چیز میخانیکی است که در حافظه جا گرفته و حافظه رو بند انداخت. یک سوال بسیار کوتاه دیگه میکنم، به مردم گفتین بعد رستگی بکنن. حالا یک جوان را به طور مثال میشناسیم که تحصیل هم کرده و عمر خود را هم در تحصیل سپری کرده، اما بجز از همون تحصیل همون تقدیرنامه هایی که وجود داره دیگر هیچ چیز نداره. نه پول داره، نه شناخت داره، نه واسطه داره، نه زر داره، نه زور داره، نه خانه داره، نه امکانات داره. حالا او چگونه، فقط حتی حیران است که چگونه نان و شب و روز خانواده خود را پیدا کنه. او چگونه نظر بندازه به مردم؟ چی باید کنه؟ من بعضی موقع بعضی کسا میگه فلانه ماستر است، دکتر است، کار پیدا نمیشه در وطن. من میگم که هیچ قسم ماستر و دکتر است تابل کار ایجاد کرده نمیتونه، یک کار آفرینی کرده نمیتونه. هیچ قسم زمان را سپری کرده یک جای مکتب درس خانه مدرسه بالاخره پانتون و بالاخره کورسا و هم تو بالا خارج و داخل. بعضی موقع شکایت مردم میکنه که ما کادر هستیم برای ما کار پیدا نمیشه. من میگم هیچ قسم کادر است که کار پیدا کرده نمیتونه، چرا خلاقیت کرده نمیتونه، چرا ایجاد کار کرده نمیتونه، چرا یک کار آفرین نمیباشه، بالاخره نمیتونه که حد اقل جامعه را بگذاره. عالمون جوان مسکینه که با قرض و وام رفته تحصیل کرده و لسانس و ماستری گرفته و چرا من خود انسان متهم میکنم، همین خود کسر متهم میکنم، به خاطر اینکه تغییر یک جامعه، تغییر اجتماع، تغییر به خود انسان تعلق داره. خود انسان تغییر بکنه نیاز به این است که ما جامعه را تغییر بدیم. بله یا بازم خاکسار بعد نشون. اگر قبلگاه صاحب شما تجار نی بودن، شما امروز گپا رو می زدین؟ همین تا آزادانه می زدم به شرط از اینکه اهل تلاش می بودم. اگر اهل تلاش نمی بودم، من دی برنامه نمی بودم. بله عکسار برتون نشون می دهیم. عکسای ان شاء الله که عکسای جنجالی نباشه. نمی فهم چرا بیشتر مهمانای ما از این عکسای راست دارن. کجاش می تونه؟ من راست ندارم. چطور پس گفتین جنجالی نباشه؟ بعض جای دیدین جنجالشانه. یگان جنجال به فایده هم است. بفرمایید، مشکلی نیست. آقای سالی محمد پردل جنجالی خونه است دیگه. من سخت دوست دارم میره. ای قبل از اینکه برای مردم از سخن بگویه، به عمل ثابت میکنه که اهل عمل است. من پیشترم یادآوری میکردم. اینا از جمله افرادی است که عمل میکنن. عمل هستن، اهل عمل هستن. شما هم خود آدم اهل عمل میدانید؟ من از خود راضی نیستم، ولی کوشش میکنم که به من اندازه ای که در دخته های ذهنی ما وجود داره، اندک عمل هم در وجود داشته باشه، انشاءالله خوب خواهد. اینا رو از نزدیک دیدین؟ از نزدیک ندیدیم و آرزو دارم، قصدشون دارم که یک دفعه از نزدیک ببینیم. شما قصد هم دارین که امروشون رقابت کنین؟ نه، ما بر رقابت زندگی نمی کنم. هیچ وقت بر رقابت زندگی نکردیم. حتی بعضی موقع بعضی ما کس پرسان که الگوی در زندگی که اسم، میگم مثلا الگو ندارم. یک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله الگوی هست، الگوی همه مسلمان ها. حالا من میگم در هر موقع هستیم تلاش بکنیم تا حدی که خدا خواسته بود میرسیم. یگان دیالوگا شعارهای تلویزیونی نیست همین گفایی تانا خواهی شعارهای نیست میراحت باشه. موضوعی که در این اواخر و تا به امروز هم مورد بحث زیاد قرار داره، جنگ فلسطین و اسرائیل وجود داره که این وضعیت غزه و بیشتر مناطق فلسطین است. من حیث یک جوان مسلمان این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنه؟ یه از کوتاهی ما هست، از کوتاهی مسلمان ها هست، از بی اتفاقی و دوری و اختلاف و جنجال و عدم وحدت خود ما هست که مسلمان ها به این وضعیت رسیده.
کنا میزنن و ما طرفش هم تو میبینیم و فقط تو دیده روان هستیم که حساب میکنیم که تعداد شهدا به چقدر رسید، تعداد زخمی ها به چقدر رسید و چقدر مردم آواره شدن. متاسفانه زور توانایی ما به می حد رسیده که ما خود را پای یک دیگر زدیم و بالاخره وضعیت امت و مسلمان ها بالاخره در غزه به این وضعیت رسیده. شما یک بنیاد کلان هم دارین و کارهای بسیار کلان انجام میدین. تصمیم نگرفتین؟ بنیاد کلان نیست. خب بازم فعالیت هایتان خوب است. خوب است الحمدلله. تصمیم ندارین اگر کارهای خیریه بر مردم فلسطین هم انجام بدین؟ ما که مردم خود برای فعلا برسیم برای مردم برای حالا اینا مسلمان امت ما چی میگم که ما فعلا یکی که ما را فراموش کرده باشیم. بعض اولویت های وجود داره دیگر، انسان هایی که کارایشون یک اندازه با برنامه می باشه اونا اولویت ها رو مد نظر میگیره که اول چی است، قدم دومی چی است، قدم سومی. برای اینا کسای اولویت داره که در محاولشون کشورهای عربی هسته، اونا اگر از بنیادهای خیریه خود زحمت بکشن تلاش بکنن ان شاء الله کار کرده میتونن. ما تا برسیم و مرزا و کار و جور شدن خیلی وقت است. یعنی اگه بخواین میتونین، این ظرفیت شما دارین. اگر خودان توانایی بوده، اگر توانایی خودان بوده خیلی خوب گفته. خیلی خوب. یک بحث که دمی یکی دو شبانه روز زیاد مورد بحث قرار گرفته، یکی از هنرمندای بسیار خوب و محبوب ما آقای فرهاد دریا که سلام و میرسانیم برشون، خانه هایی را برای زلزله زدگان هرات ساختن و اعمار کردن و نامش هم خانه های استراری و حالت استراری گذاشتن. در صفحه اجتماعی رو میدهدیم یکی از افراد مشهوری وطن نوشته کرد مشم خانه جور کرده یا مرغانچه. او گفته من نمیگم چیزی، من چیز گفتنی در این مورد ندارم. ما فقط برای خود من سوال ایجاد میشه که چرا می تو کرده؟ چرا ما تو کرده؟ من سوال من اینمی است که حد اقلم و فکر میکنم میگه $70,000 سرمایه گذاری کردن یا $69,000 چند دلار است نمیفهمم. میگم اگر مو در جای یک جای مصرف میشد که یک دو سه چهار پنج خانه با سیستم وطن و سیستمی که مردم ضرورت داره اعمار میشد شاید خیلی خوب میبود به جای از اینکه قسم ساخته شوه. ولی من از دور نظر دادن نمیتونم به خاطر اینکه از دور قضاوت کردن کار خوب نیست. ما تا از نزدیک ندیم، فقط در حد تصاویر دیم. میشه که کار ابتداییش باشه، ولی به می سیستم خانه ها در بعض کشورا ساخته شده در جایی که زلزله. اما تو یک چیز نه، به می سیستم نه. شاید اگه میگم کارش رو به تکمیل باشه امکان داره، اگه می تو باشه خب بیخی قابل نظر نیست کس نظر بده. این مثل چی است آقای صاحبی؟ من پیشتر گفتم که از کمدین های افغانستان گفته بود که مثل مرغانچه واری است. از نظر شما ماست؟ من نظر نمیتونم دهیم. نظر بدین. چون نظر ما فقط همین قدر سوال در ذهن ما ایجاد است که اینمی تو آدم چرا این کار کرده. علاقه دریا بیشتر در مورد همین موضوع انتقادا گفته بود که شما در وطن گرم و نرم شیشتین، از دور خبر ندارین و کمک و خیریتان وجود نداره. یک نفر که کار میکنه گرم و نرم ننشسته. ما دفعه که زلزله شد هدفشون عمومی بوده، سر مردم هم بوده. خب ما اینو میگم، ما دمو زلزله که صورت گرفته بود روز دومش رفتیم در وجه. روز دوم رفتیم، همون چیزی که ضرورت بود ما کار رو کردیم، ولی تو خانه ها نساخته. با $70,000 میشه خانه خوب و منظم و با امکانات ساخت؟ یارا میشه که با $70,000 برای یک حد اقل برای یک ده خانواده شاید خانه خوب. که مناسب اونمو حالت نسبی و مناسب باشه. باشه. که حالت استرار رو در نجات بده شالا جور میشه خوب. ولی کار دیگه من نمیفهم که چه قسم چرا کارده. چرا کرده؟ خوب دیالوگ چسبی، چرا همین کار کرده؟ البته ما نمیگیم آقای صاحبی گفتن، ملامتی رو سر شما بندازیم. مشکل نیست. یک راه مشهور شدن دیگه تیک تاک است. عاید خوب هم دارم، ما نداریم و نه استفاده کردیم و نه از عایدش خبر داریم. شما چطور آقای صاحبی؟ متاسفانه در وطنی که ما زندگی میکنیم بیشتر از اینکه مردم به اینترنت اهمیت بدن کاش به سواد اینترنتی اهمیت میدادن. ما یک سه روز فعال کرده بودم خودم تیک تاک. خب سه روز فعال کردیم؟ سه روز فعال، آلم فعال است. خب. رفیقم پیش میبرش. خب. ما سیروس که دیدم که ما از مطالعه از کل کارا کشیده. تیک تاک خب بند است. ما از اینترنت وای فای استفاده میکنیم. وای فای فکر کنم کار میته. ما دقیق خودم خبر ندارم صادقانه. خب. از سفر رفیقم پیش میبره. در اینجا متاسفانه که خیلی کارآمد نیست. جزی که درش زیاد مزخرفات و زیاد گفای اضافی و وقت ضایع کردن است. متاسفانه که میتونی استفاده میشه. خیلی خوب. بسیار تشکر آقای صاحبی. بخیر باشه. خیلی ممنون. عکسای ما تمام شد. دیگه اینا جنجالی نبود. راحت بود. راحت بود. مشکل نیست. سلامت باشین. همکارای شما میگن بازم وقفه میگیریم. بفرمایید شما هم چایتون رو نوشان بکنین. پس از وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه با مهمان بسیار خوب ما آقای نصرت صاحبی، مهمان خانه های شما هستیم.
ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین. تشکر از رستوران محبوب و دوست داشتنی ترکیش فامیلی که مثل همیشه همکار هستن با ما و همراه هستن. میخواستیم غذا بیاریم برای آقای صاحبی، مثل همیشه که از مهمانان بسیار عزیزمان پذیرایی میکنیم، اما گفتن که نمیخوریم و خانواده عزیزشان منتظر هستن. یک تعداد است از خانه بیرون میشن، آقای صاحبی که میریم در رستوران تو هتل مصرف است، میخوان نان بخورن و خرابات است. شما علاقمند هستین غذا را با فامیل بخورید؟ اگر با فامیل در کدام رستوران میرن خوشا به حالشون. یک شوخی هم بکنیم، اگر احیانا بدون فامیل نمیاد، عادتشون دوست دارن که بیرون از خانه نان بخورن، نباید به دکتر مراجعه کنن. به خاطر که در جریان روز طبیعتا مردا بیرون میباشن. بله دیگه فرصت نان و شب در خانه نباشه دیگه. بله امور سادگی با فامیل خانواده دیگه. هر شب در خانه نان خامشگی است دیگه. یک شب بعد دعوت ما رو میپذیرفتین آقای صاحبی؟ نه میگه اما در امروز شما یک چند دقیقه کم از یک ساعت هست ان شاء الله. حس و احساس در مقابل خانواده و فامیل را اگر بخوایم بس بکنیم، همین است که شما دارین و مردمان دیگر، همین است از کجا پیدا میشه آقای صاحبی؟ همین محبت میان همسر و شوهر، مادر و پدر و اعضای فامیل دیگر که حتی حاضر به این نمیشن که یک لقمه نان را بدون فامیل خود نوش جان کنند. جایگاه خانواده را اگر کسی اهمیت چه بفهمه که زیربنای یک جامعه مفید و عصری و ایدئال است، او باز قبل از اینکه به بیرون از خانه توجه بکنه، او متوجه خود خانه است. کسی که جایگاه و اهمیت خانه و ارزش خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزندان را بفهمه و موقف اونها را ببینه که اونها در جریان روز با مردا اکثر اوقات روبرو شده نمیکنن، بعضی کسا مصروف است و بعضی کسا در مسافرت میباشه، باز که یک فرصت شبانه ای که یک ساعت دو ساعت با هم یک دیگر را میبینن مینشینن، این فرصت هم از دست بره و دیگه خانه دیگه صمیمیت و محبت و مهربانی و همدلی و رسیدن به دیگه کاملا حذف میشه. فقط به یک هتل میمونه که هر وقت رفت آمده، هر وقت نان خورده نخورده بازموت میشه. بله. فرق خانواده و هتل، خانه و هتل باید باشه. شما همیشه در خانه بودین، خانواده را آوردین بیرون یگان رستوران یگان جای ببرید؟ ما یک بار یا ما دو بار از خانه بیرون مانان میخوریم. فامیلی خانوادگی دیگه. توصیه پدر اثر بوده. پدرم گفته که این کارو بکنه که فرزندا باز از درس خسته نشن، چون همگی به درس مصروف هستن. خیلی خوب. شما اهمیت پدر و مادر و نقش پدر و مادر را در زندگی بیان کردین و احساس محبت را اظهار کردین. زیاد کسایی هستن که خانواده های خود را ترک میکنن آقای صاحبی، بنابر مشکلاتی که وجود داره، به طور مثال ترک سفر میکنن. یک مادر پیچ زهیر و سفید، موی سر سفید را با خود دارن، ترکشان میکنن، رهایشان میکنن، و یا بیشترشان زن و اولاد خود را رها میکنن، مهاجرت های غیر قانونی را دست میزنن با امید از این که بتانن یک آینده خوب را داشته باشن. در مورد این گونه افراد چی گفتنی دارین؟ من خو اینطور میگم که الله متعال مشکل میتو جوان را حل بکنه، که کسایی که واقعا مشکل خانوادگی، اقتصادی، مشکل پولی می داشته باشن، قرضدار می باشن، کاری برشان پیدا نمیشه، اونا الله متعال یک زمینه برشان فراهم بکنه که بتونه که اگر خارج کشور زمینه کار برشان فراهم میشه، اونا خو باید درک شوند که نمیتونه که در کنار پدر مادرشون باشه. متاسفانه ما شاید به صدها هزار نفر در وطن داشته باشیم که به علت ضعف اقتصادی و مشکلات اونا از خانه دور هستن، حتی شاید سالها و سالها پدر و مادر و حتی همسر و فرزندان رو نبینن، اونا قابل درک هستن. ولی اگر تلاش بیشتر شود به اینکه کسی هم یک کار مناسب حالی که برای خانوادهش باشه، کم زیادتر خیر است، اگر دو لقمه چرب نبود یک لقمه باشه در کنار خانواده باشه، شاید بهتر و مناسب تر باشه. بله، مادری که سالها طفل خود را تربیه کرده، کلان کرده، بیخوبی ها و مشکلات را تجربه کرده و یک بارگی اولادش کلان شد و جوان شد و مادر را رها کنه، پدر را رها کنه به اون حالت و ترکشان بکنه و زحمتایشان بی معنی بگرده، چقدر دردآور است؟ مارکند خیلی دردآور است. خو بعضی مواقع که انسان را الله متعال کدام موقعیت قرار میده، باز امو ظرفیت استقامت و صبرم برش میده که بتوانه تحمل بکنه. من خودم چند وقت پیش یک سفر رفته بودم، اکثریت افغان ها در موت حالت بودن که از زحمت و کار و تلاش و در این حال از خانواده دور بودن. اینطور نیست که یک شش ماه و چهار ماه و پنج ماه، یعنی دو سال و سه سال و چهار سال و پنج سال خانواده را ندیده بودن. ولی من یک روز دمی آوان نوجوانی، بعضی مواقع که ما جایی میرفتم که طبیعتا کس پدر اجازه میگیره به خاطر احترام که در خانواده میباشه، از یک روز من دل خود گفتم که چه قسم که همیشه ما اجازه بگیریم، پدر چرا بعضی مواقع ممانعت میکنه. باز عمرای ما یادآوری کرد، گفت عشق در چشمایش چرخید برای ما، گفت شما خویی رو در کردن نمیتون به خاطر که به موقف پدری نرسیدین.
برای ما بزرگترین آرزویی است که یک روزی یا یک شبی در کنار شما کنار هم در خانواده در یک دسترخوان باشیم و این آرزوی هر هموطن ما شما است که الله متعال رحمتونه ما را مشکلاتشون حل بکنه و هر کس در کنار فامیل خودم تو جمع و گرم باشه. آمین. شما در صحبت‌هایتان از عشق و محبت و علاقه در میان اعضای فامیل، همسر، پدر و مادر صحبت کردین. یک کم شوخی میکنیم، کم صحبت را باستر می‌سازیم. بفرمایید. امی عشق را میگن عشق یک بار میشه و یک بار انسان عاشق میشه و کسی هم که دوست داشته باشه میتونه به او برسه. حالا محبت هم میتونه به وجود بیاره، علاقه هم میتونه به وجود بیاره. اما او کسایی که دو سه بار عاشق میشن و سه چهار بار زن میگیرن، عروسی میکنن و پای صاحبی، از اونام عشق هست؟ امی علاقه هست؟ میتونه به وجود بیاره؟ من خواهی عشق اگه به امی اصطلاحی که مردم ترجمهش میکنن که بای فرند و گر فرند هست، این خواهی عشق نیست، یک فساد اخلاقی است. این فساد اخلاقی میگم امین نام عشق کاش در سر امین نام نمیموندن. حالا بازی با ناموس مردم را، بازی با خانواده مردم را، این به نام عشق نامیدن دیگه، نه خانواده را در این موقع درک کرده میتونن، نه باز پدر میشناسن، نه مادر میشناسن متاسفانه. من میگم اگر از رای مشروعش کسی پیش بروه، رای مشروعش اسلام روشش انمی است که مکمل یک دروازه را به کس بند نمیکنه. حالا کسی یک غریزه می داشته باشه در درون خود به خاطر مرفوعی و غریزه جنسیش اگر مثلا باشه، اسلام را رو تعیین کرده. او طرف میگه شما چشمایتون رو کنترل بکنین. به طور مثال برای مردم قواعد وضع میکنه، برای زنها هم قواعد وضع میکنه. به این اعمال نزدیک نشوین. باز میگه که شما از این دروازه داخل شین که دروازه ازدواج است. از این دروازه ازدواج کسی داخل میشه خوشا به حالش و میتونه که به محبت و که هم شرعی میشه، هم میتونه که آزادانه همراهش عشق اصلی است دیگه. این میره ما محبت اصلی میگه. خب حالا باز اگه سه چهار دفعه عروسی کنن یا مشک میشه؟ میشه که امکان داشته باشه. یعنی سه چهار دفعه آدم میتونه عاشق شوه؟ میشه که امکان داشته باشه، بله. خب شریعت که چیز رو تایید کرده باشه دیگه، نظریات بعضی کسا که دوم بار نظر میتن که امکان داره نداره، شریعت که گفته گفته دیگه، قابل تشویش نیست. میشه امکان داشته باشه. ما بعضی مواقع در خانواده هم حتی یادآوری کردیم در جایی که دستور شریعت کدام چیزی باشه، چیزی که شریعت گفته باشه، اونجا دیگه نظر پدر و مادرم قناعتشون بده آدم مصلحت آمیز. بله. ولی نظر پدر اونجا چون ما این جای جای چی از شریعت خواهی و دین خواهی است، نیست که قوم چی میگه، مردم چی میگه، نظریات مردم، ما بر اساس این نظریات مردم زندگی بکنیم. بله. یا ما یا شما یا هر کسی، مجردم که باشم کسی ام کس به زندگی نمیمونه. فقط همین خوب است کس خوش باشه، راحت باشه، به زندگی خود بکنه، همین تو راحت سر زندگی. بله، یعنی اگر دیگه ما ساقای صاحبی گو گفتم امکان داره که انسان سه چهار بار عاشق شوه و امکانش هست که بتونه به وجود بیاد. اما اگر پس ساقای صاحبی حالا اگه عاشق شوه و سه چهار بار یش بتونه به وجود بیاد و سه چهار همسر رو ازدواج باشه، حالا شما زنا رو دیدین که چقدر اسود هستن. حالا عشق خود، عشق را نسبت به شوهر خود فقط بر خود میدونن. دو خانه باز دیگ و کاسه و کرایر در فرق شوهر خود گرفتن زدن از مشق انسان بزار خود ساخت. خب باز اونجا زن و شوهر نیست، او باز یک دو زندانی با هم در زندان در فطرتن و فکر نکنم که برابر بیه خوششان نمیه دیگه. او خانواده نیست، ما خانواده نمیگم که در خانواده وجود زدن زدن و لطکو باشه. یعنی سه چهار تا زن کجا تعمل دارن که؟ من ای تو میگم اگر شناخت های کمی تجدید شد، شناخت ها و جهان بینی هر کس تغییر بکنه، میشه که چند فرد مخالف و هم نظر در یک جای زندگی بکنه زیر یک سقف. ولی اگر یک دفعه جهان بینی و شناخت تغییر کرد، باز دو فرد در اجده و تاقم زندگی کردن نمیتونه. ایره بگذار سر جایش که شما سه چهار زنه گفتین، بعضی موقع که یک دفعه که نخوند نتونه زندگی و مهارت زندگی رو بلد نبود، یک نفر با یک کسم زندگی کردن نمیتونه. ها بله بله، ممنون، معلومات بسیار خوب بود. اگر جهان بینی وجود داشته باشن و معلومات وجود داشته باشن و هنر زندگی رو کسب بفهمه، هنر زندگی رو کسب بفهمه، میتونه چندین نفر در یک جای، اگر 18 نفرم باشن میتونن، اگر دو نفرم باشن به هیچ وجه امکان. حالا من مثال براتون یادآوری میکنم در یک قالب دیگه. حالا مادر است، 5 طفل خود را در یک خانه میتونه که زندگی بده، اونا زندگی هم میکنه در میجه خوراک و نشاب حتی تا آن جوانی و نوجوانی. اما زمان فرا میرسه، چون مادر درک میکنه بعضی تفاوت ها رو درک میکنه، فرزندداری رو بلد است، اما زمانی که اینا جوان میشه شناختایشون تغییر میکنه و از خود یک خانه باز اینمی 5 جوان نمیتونه که یک مادر در 5 خانه چی بته برایشون زندگی رو فراهم بکنه. بله بله، چون دیگه شناختا تغییر کرده، باز دیدگاه ها تغییر کرده،
اصلا بعضی مواقع دیگه یک سوال دیگه میکنیم بعد از یک مورد دیگه هم بحث میکنیم. اگر اقتصاد کس خراب باشه آقای صاحبی، خب حالا این بعد یک ازدواج رو بکنن، اگر اقتصادشون خراب باشه و پول نداشته باشن، امکانات نداشته باشن، بازم برن سراغ دو سه ازدواج یا خیر؟ این ربطی به پول نداره، ربطی به پول نداره. کسی یک ازدواج میکنه دو ازدواج در اسباب باز شدن دروازه های رزق، یکش خود ازدواج کردن است. الله تعالى قرآن الكريم میفرماید که اگر شما فقیر هستین، مفهوم آیه هم قسم است، شما به طرف ازدواج رو بیارن، الله تعالى شما را مستغنی میسازه. یعنی گویا تصور معنی است که وقتی یک کس ازدواج میکنه، رزق دو نفر در یک خانه پایین میشه. قبلا رزق یک نفر دیگه پایین میشد، حالا زمینه دو رزق. وقتی که ما بعضی موقع یک چیز کمبود میشه، راه حلش این است که به هر کس برسه که جمع بکنه یک جای، پس تقسیمات بکنه، به همگی میرسه. به غیر صورت میشه که به یک نفر برسه. در کنار رو گپ حالت می تا که ازدواج نکنی و چند لک تو یانه نتی و مچم در قصر طلایی عروسی نگیری و مچم پایوازی نکنی و ایدی و براتی و نوروزی نتی کجا کسی؟ پشتر که گفتم شما در مورد وطن، در مورد مردم یاد آوری کنید که چرا مردم به اتفاق و به یک تنگ دستی به یک گرفتاری گرفتار است و خود ما مشکل داره. ما خودم یک جای دیگه عروسی رفته بودم، در وجه در یک شب تقریبا نزدیک به 12 لک افغانی تنها سرنان مصرف شده بود. بعضی که ما گزارش گرفتم پرسان کردم دیگه، ما که تو مردم هم داشته باشیم دیگه، وطن دعا میکنیم که وطن جور شد. آفرین هم کسایی که قناعت میکنن و بدون هیچ چیز ازدواج میکنن و خانه بخت خود میرن. همین سوال همکار ما رو هم پرسان میکنیم. آقای صاحبی خارج از موضوع هم هست صحبت میکنیم، چون یک موضوع بسیار مهم است که فصل زمستان آمده و منتظر بودیم، انتظار داشتیم تا اینکه بارندگی ها صورت بگیره و کشور از خشکسالی به نوعی نجات پیدا بکنه و زراعت افغانستان بتونه بهتر بگرده و امراضی که در کشور بتونه وجود داره بتونه از بین بره. یکی از نعمت های کلان بارش برف و باران است، اما متاسفانه تا به امروز را نه بارانی خبر شده، خواستن در کابل و شهرهای دیگر و نه برف بوده و خشکسالی متاسفانه وجود داره. در مورد این موضوع صحبت بکنیم که مردم زیاد نماز میخوانند، دعا میکنند تا اینکه باران بباره. آقای صاحبی اجتماع بسیار کلان جمع میشن اما نتیجه ندادم، در این مورد اگر کم بخوایم صحبت بکنیم. یکی گپ هست که هنوز از زمستان 16 روز تیر شده، از فصل زمستان مادمایی که قرار داریم تقریبا 16 و چند روز فکر کنم تیر شده. یک سال دیگه مردم خیلی شکایت داشتن، در اول زمستان خیلی شکایت داشتن که برف و باران نشد و فلان و فلان، گپا سر و صدا شد در صفحات فیسبوک، مردم نشر کردن و چیزی که از دهنشان برآمد در حق دین و خدا هم حتی گفتن که خدا چرا ای تو حالت آورده بالای ما، ای تو حالت جریان داره. بعد از او یکی به یکی در اکثریت ولایاتی که مردم شکایت بیشتر از وجود داشتن، یک دفعه باران و برف شروع شد. بعد از اون مردم به فغان آمدند که یا چه قسم میشه، چه قسم ما از برفباری خلاص شویم، باران ها پای هم ما حاصلات ما آسیب خواهد دید، خانه ها چطور میشه. یک دفعه من میگم که یک دونیم مومانده برای زمستان، میشه که الله تعالی فضل و رحمت بکنه که باران شود. یک موضوع. موضوع دیگه ای است که من پیشترم در لابلای سخنان دوری کردم که رحمی الله تعالی، مهربانی الله تعالی زمان بالای ما شاید خوبتر نازل شد. ما ناسپاسی نمیکنم که الله تعالی رحمی نداره بالای ما، استغفر الله، یا مهربانی خدا چی زمانی در خود تغییر ایجاد بکنم، انشالله که میشه که ابر و یک دفعه طرف سرما شکر بزنه و بالاخره باران و برف بیاد. در خود اصلاح و تغییر ایجاد بکنم، انشالله میشه. انشالله. تشکر آقای نصرت صاحبی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خدا شما رو متقبل باشه. ممنون شما، تشکر میکنم و تشکر از شما بیننده عزیزم که تا به اکنون بیننده بودین و حضور داشتین. ما انسان ها به مثل پنسل رنگی هستیم، شاید از رنگ همدیگر خوشمان نیاید و به میل همدیگر نباشیم، اما روزی میرسد که برای تکمیل کردن نقاشی هایمان کنار همدیگر قرار میگیریم، اما به شرط آن که تا سرحد نابودی یکدیگر را نتراشیم. همیشه همدیگر را بپذیرین و همدیگر را دوست داشته باشین. ممنون از شما که بیننده بودین و حضور داشتین پای صحبت های مهمان بسیار خوب و عزیز و جوان بسیار مهربان و خوبمان، و تشکر از شما بیننده های عزیز. سر بزنین به یوتیوب تلویزیون آرزو، هم اکنون این برنامه هست، کسانی که از طریق تلویزیون موفق نشدن میتونین بیننده باشین. تا درود دیگر، بدرود.